بینندگان عزیز، باز هم سلام. خوشحالم که این فرصت پیش آمد تا برای اولین بار با آقای حسن پیرانسر از فرانسه باشیم. امیدوارم این آخرین بار نباشه و باز هم ایشون در این برنامه ها شرکت کنه. امروز میخوام از آقای پیرانسر که فعال حقوق بشر هستن در فرانسه در مورد جدایی یا استعفای آقایان قسیم و روحانی از شورای ملی مقاومت و همچنین مناسبات بسته‌ای که به صورت فرقه‌ای هست و بعضیا به اصطلاح اینها رو دارن باز میکنن این روزها در جریانات مجاهدین صحبت کنن. سلام میکنم به شما، بهتون خوش آمد میگم و میکروفون رو در اختیار شما میذارم. بفرمایید. خیلی متشکرم. من هم سلام عرض میکنم به شما آقای سوربی و همچنین به همه بینندگان و شنوندگان محترم مردم تیوی. همونطور که شما منو معرفی کردین، من حسن پیرانسر هستم، ساکن پاریس و مدت 25 سال در سازمان مجاهدین فعالیت کردم و عضو سازمان مجاهدین بودم. مدت تقریبا 5 سال آشناییم در کشور کانادا بود که در کشور کانادا مدت 5 سال با اینها در انجمن دانشجویان مسلمان هوادار سازمان مجاهدین فعالیت کردم و عضوشون بودم و مدت 19 سال هم در واقع حدود 20 سال هم در کمپ های مختلف یا پادگان های مختلف سازمان مجاهدین از قبیل قرارگاه اشرف و چند تا از قرارگاه های تابعی اشرف به هم به اصطلاح عضویت داشتم. تا سال در واقع آشنایی من از سال 60 با سازمان بود و در سال 2004 میلادی هم در واقع از سازمان مجاهدین جدا شدم. این یک مختصری بود از شرح حال من. اگر شما سوالی تو این زمینه دارید بپرسید، اگه ندارید که من ادامه بدم. ممنونم. فقط یه مقداری توضیح بدید، چون شما گفتید کانادا بودید و بعد گفتید قرارگاه اشرف و اینها، یه مقداری از نحوه این انتقالات و اینها برای ما صحبت کنید که چگونه افراد رو از جای دیگه مخصوصا کشورهای اروپایی و آمریکایی تشویق میکنن که برن اشرف. بله بله، من سال 50 در واقع بعد از انقلاب ضد سلطنتی سال 58، یعنی در واقع 57 که من دیپلمم گرفتم و سال 58 هم توسط امتحان اعزام محصل که اون موقع برگزار میشد قبول شدم و برای ادامه تحصیلات دانشگاهی به کشور کانادا رفتم که در شهرهای مونتریال و تورنتوی کانادا بودم که مدت 1 سال در تورنتو و 5 سال هم در مونتریال بودم که در اونجا در دانشگاه مگیل تحصیل میکردم و اونجا بود که به اصطلاح با سازمان مجاهدین و با هواداران سازمان مجاهدین آشنا شدم و به دلیل به اصطلاح شعارهای خیلی به هر حال جذاب و پرتمطراقی که این سازمان اون موقع به اصطلاح میداد که شعارشون تقریبا همین شعارهای مشابهی هستش که الان در اروپا و در جلسات و میتینگ های این سازمان به اسامی مختلف یا مثلا اخیرا در همین ویلپن پاریس برگزار شد، شعارها تقریبا همون شعارها بود و این شعارها خب خیلی شعارهایی بود که به اصطلاح برای افراد جوانی که ما اون موقع جوان بودیم، الان دیگه جوان نیستیم ولی اون موقع جوان بودیم و شور و اشتیاق به اصطلاح انقلابی داشتیم به قول معروف، خب این شعارها خب ما رو جذب کرد و چون معتقد بودیم که به اصطلاح من خودم شخصا معتقد بودم به آزادی، به برابری، به دموکراسی و این شعارهایی بود که خب اینها خیلی میدادن، یعنی منظورم همین سازمان مجاهدین در کشور خارجی میداد. یه نکته رو من اینجا آقای صبحی اشاره کنم داخل پرانتز که کلن سازمان مجاهدین دوتا چهره داره. یک چهره
بیرونیش هست، یعنی چهره‌ای هستش که به اصطلاح برای بیرون ساخته شده، و یک چهرهش هم که چهره واقعیش هست، چهره ماهیت درونیش هستش. ما که اونایی که در بیرون سازمان هستن و در درون سازمان نبودن یا عضو سازمان نبودن، همیشه با چهره بیرونی سازمان روبرو هستن، حتی اون موقع و هم اکنون الان. چرا من میگم حتی اون موقع؟ چون اون موقع من خودم یک هوادار ساده بودم در کانادا، درسته که بعد عضو انجمنشون شدم، ولی قبلش خب هوادار بودم، هوادار ساده بودم، مثل همین هواداری که الان در هواداری اندکی یا هواداری به اصطلاح محدودی که این سازمان در کشورهای اروپایی داره الان. خب منم همونطور که گفتم به اصطلاح جذب این شعاراشون شدم. این چهره خارجیشون اساسا با چهره داخلیشون اساسا نمیخونه با هم، یعنی تا کسی وارد این سازمان نشه واقعا متوجه نمیشه که به اصطلاح این دو تا چهره وجود داره. فکر میکنه که همش همون چهره ای هستش که در کشورهای خارجی یا در اروپا و یا در آمریکا یا در کانادا به اصطلاح اینا از خودشون نشون میدن، و واقعیت هم این نبود. و میگم تا وقتی که من خودم نرفتم در داخل سازمان، سازمان منظورم در داخل انجمن نه، در داخل خود سازمان در عراق، خودم متوجه این موضوع نشدم. اما اینکه شما سوال کردی که من چجوری از کشور کانادا به کشور عراق اعزام شدم، خب در کشور کانادا من به هر حال عضو انجمن سازمان مجاهدین شدم، عضو انجمن هواداران سازمان مجاهدین که بهش میگفتن انجمن دانشجویان مسلمان هوادار سازمان مجاهدین، در کشور کانادا شدم و بعد در اونجا یه مدتی به نشریه فروشی، به پخش و فروش نشریه مجاهد، و بعدم به کارهای مالی اجتماعی پرداختیم، و بعدم یه مدتی هم در کارهای به اصطلاح به قول خودشون میگفتن کارهای انتفاعی، در کارهای انتفاعی و اینجور کارها برای جمع‌آوری پول و امکانات برای سازمان کار میکردیم، و بعدش هم به اصطلاح کم کم با توسط مسئولین سازمان اون موقع که آقای علیرضا جعفرزاده که الان ایشون در آمریکا به عنوان به اصطلاح سخنگوی سازمان مجاهدین در واشنگتن هستن و به اصطلاح در این سمت کار میکنن، ایشون اون موقع مسئول، حتی ایشون هم اون موقع فرد بسیار جوانی بود مثل خود ما که اون موقع خیلی جوان بودیم، ایشون هم خیلی فرد جوانی بود، و اون موقع ایشون از مسئولین به اصطلاح بالای انجمن دانشجویان مسلمان در آمریکا بود که به اصطلاح ایشون اون موقع آقای محسن رضایی، همین ابوالقاسم رضایی هم که اون موقع بهش میگفتن برادر حبیب، هم در آمریکا ایشون هم از مسئولین بلندپایه بودند، و در واقع ایشون آقای جعفرزاده توسط آقای ابوالقاسم رضایی می اومد به کانادا برای سرکشی از انجمنها، چون انجمن ما در کانادا تحت سیطره به اصطلاح انجمنهای آمریکا بود و اونها در واقع کنترل میکردن انجمن ما رو. و بعد از مدتی که من اونجا فعالیت کردم، آقای جعفرزاده در یک سفری که اومده بودن به اصطلاح به کانادا، به شهر مونتریال، به اصطلاح به انجمن اومدند و در انجمن به اصطلاح پیشنهاد رو مطرح کردند که به اصطلاح یک تعدادی میتونن به کشور عراق اعزام بشن که با پیشمرگه‌های مجاهد خلق که در عراق هستن با اینها دیدار داشته باشن و در واقع از اونها انگیزه بگیرن و بعد انگیزه گرفتن بتونن دوباره برگردن به کانادا و فعالیتشون رو ادامه بدن و با انگیزه بیشتری به این کار ادامه بدن. که خب برای ما که اون موقع میگم عناصر جوانی بودیم و در واقع این شعارهای پرتمطراق مجاهدین هم رو شنیده بودیم و جذب شده بودیم و فعالیت میکردیم در سازمان، خب برامون تو اون فضا، تو اون فضای بسیار عاطفی و شور اشتیاق سیاسی و فضای عاطفی، خب دیدیم که خیلی موقعیت خوبی هست که خب از این موقعیت استفاده کنیم و بریم و پیشمرگ‌های مجاهد خلق رو ببینیم، چون اون موقع برای ما مجاهد خلق یک سمبل بود،
یک الگو بود و فکر میکردیم که خب بریم اینا رو ببینیم، ببینیم اینا اصلا چجوری هستن، چجور آدمایی هستن، چجوری زندگی میکنن و الی آخر. که بعد از یه مدتی به اصطلاح این درخواست ما قبول شد و ما به در واقع به کشور عراق به طور قانونی، البته با گرفتن پاسپورت، چون ما اون موقع وضعیت قانونی داشتیم، من امیگرنت بودم، در مهاجر بودم در کانادا و تونستم پاسپورت بگیرم. پاسپورت منظورم ترابل داکیومنت هستش، چون پاسپورت که بگیم فرق میکنه با ترابل داکیومنت، چون پاسپورت مال افراد شهروند و سیتیزن هستش. بعد چیز کردیم، بعدش به اصطلاح این درخواست مورد قبول شد، واقع شد و ما به کشور عراق به اصطلاح چیز کردیم، منتقل شدیم. فکر می‌کنم یک اشکال کوچیکی در صدا پیش اومده آقای سوربی. من اینجا مشکلی ندارم. بله الان صدای من رو شما دارید؟ بله عزیزم. بله بله خواهش می‌کنم. بعد من به کشور توسط در واقع آقای جعفرزاده، من و تعداد دیگر از دوستان به کشور عراق به طور قانونی با پاسپورت کانادایی، که پاسپورت قانونی که میگم یعنی پاسپورتی بود که به اسم خودم بود، عکس خودم توش بود و خودم هم رفته بودم از به اصطلاح شهر اتاوا، پایتخت کانادا، از اداره پاسپورت گرفته بودم. ما به طور قانونی به اصطلاح اومدیم به عراق و در واقع اول اومدیم انگلیس، از انگلیس با هواپیمای عراق اومدیم به عراق به اصطلاح وارد شدیم. ولی متاسفانه در فرودگاه عراق مامورین استخبارات عراق، یعنی همین ضد اطلاعات و ضد اطلاعات زمان صدام حسین، دو تا از مامورینشون اومدن در فرودگاه و در واقع ما رو تحویل گرفتن و ما بدون اینکه از محل‌های مخصوصی که همه مسافرین عبور می‌کنن در فرودگاه، ما از اون محل‌ها عبور نکردیم و ما رو بدون اینکه حتی وسایلمون رو چک کنن، حتی چمدونمون رو چک کنن یا ما رو اصلا بازرسی بدنی بکنن یا چیزی بکنن، اصلا بدون اینکه هیچ چی انجام بشه، ما رو از یک مسیر دیگه‌ای از فرودگاه خارج کردن و پاسپورتامون هم گرفتن. و بعد ما که از فرودگاه خارج شدیم، رفتیم دیدیم که به اصطلاح یک ماشین مجاهدین آماده است با دو تا سرنشین که مسلح هم بودن، که ما رو به اصطلاح تحویل بگیرن و ببرن به پادگانشون. که بعد اینجا هم راجع به پاسپورت‌های نکته ای من بگم، این پاسپورت‌های ما رو که گرفتن، خب دیگه این پاسپورت‌ها رو ما ندیدیم دیگه، این پاسپورت رفت تا زمان سرنگونی صدام حسین، که بعد صدام حسین که سرنگون شد و آمریکا به اصطلاح ارتش آمریکا و نیروهای ائتلاف اومدن در عراق، این پاسپورت‌ها رو اونا که پاسپورت داشتن و پاسپورت‌هاشون از بین نرفته بود، حالا یا مورد استفاده کسای دیگه واقع نشده بود، چون سازمان از پاسپورت‌ها استفاده می‌کرد، مثلا پاسپورت‌ها رو برای افراد برای به اصطلاح برای از پاسپورت‌های قانونی افراد رو استفاده می‌کرد برای نقل و انتقالات افراد دیگه‌اش در کشورهای دیگه. به خاطر همین خوشبختانه پاسپورت ما مورد استفاده واقع نشده بود و پاسپورت ما رو به ما به اصطلاح تحویل دادن، چون که ما بعد می‌رفتیم مصاحبه FBI، مصاحبه با FBI و مصاحبه با وزارت خارجه آمریکا در همون اشرف که اومده بودن، و به همین دلیل پاسپورت هامون نیاز بود که به اصطلاح نشون بدیم و به اصطلاح به عنوان هویت خودمون رو معرفی کنیم. من علت این که موضوع پاسپورت رو الان اینجا به شما گفتم، یک نکته سرش بگم که به اصطلاح این نکته هنوز من تو ذهنم مونده و خیلی قابل هضم برام نیست. اینم اینه که ما به طور قانونی از کشور کانادا الزام شدیم به عراق و تو اینم هیچ شبهه‌ای نیست. حتی مسئولین سازمان هم الان اگر دارن گوش میدن، میتونن خودشون به این موضوع اگر واقعا صادق هستن و صداقتی درشون باقی مونده،
حداقل تو وجدان خودشون میتونن اینو بگن درست داره میگه و دیگه نیان بگن که این نمیدونم دروغ داره میگه و داره حرفای چه میدونم هم حرفای وزارت اطلاعات رو میزنه و از این چیزایی که الان این روزا مد شده در هر کسی هر حرفی علیه این سازمان میزنه میشه مأمور وزارت اطلاعات یا شعبه سپاه پاسداران. این پاسپورت ما که اومدیم، ما قانونی اومدیم و حتی پاسپورت ما در شهر اتاوا ثبت شده هست، یعنی حتما الان با درست سالیان گذشته 30 سال گذشته از اون زمان، ولی به هر حال ثبت شده، یعنی به هر حال پاسپورت ما در اداره پاسپورت هست. ولی من که به اصطلاح اومدم در عراق، بعد از مدتی که در عراق بودیم من رفتم پیش مسئولین سازمان، همین خانم فائزه که متاسفانه ایشون در کشور ترکیه به اصطلاح ترور شدن، رفتم پیش ایشون و به ایشون گفتم که اون موقع ایشون فرمانده مستقیم من بود در به اصطلاح قرارگاه در ساختمان سیفی، ببخشید در ساختمان سیفی در بغداد که یک از پایگاه‌های سازمان در بغداد بودش و من در اونجا بودم و به ایشون گفتم که همچین صحبتی بین من و آقای علیرضا جعفرزاده صورت گرفته و ایشون به من گفته که به اصطلاح به من و به تعدادی از دوستانی که اونجا بودیم که شما برای موقت میرید و بعدم میتونید برگردید برای ادامه کارتون در انجمن. و اینه که من به خانم فائزه گفتم، ایشون که اون موقع ما بهشون گفتیم خواهر، به ایشون که من گفتم ایشون تکذیب کرد، گفت که ما همچین صحبتی نداشتیم یا همچین صحبتی نداریم، اینجا هم خونه مثلا خونه خاله نیست که هر کسی بیاد و هر کسی بخواد برگرده، ما چه میدونم تورهای سیاحتی نداریم که کسی رو از کانادا برداریم بیاریم اینجا برای سیاحت و بعدم برگردونیمشون به دوباره به کشور کانادا. من گفتم به هر حال این صحبتی بود که با ما شد، حالا دیگه تصمیم گیری با خودتونه، ولی این صحبتی بود که با ما شد در کانادا و من خواستم فقط به شما اینو بگم. خیلی هم محترمانه من صحبت کردم، اصلا نه فریادی بود نه دادی بود نه بسیار چیزی. آقای پیراسر شما میخواییم بگید یعنی یه جورایی طرف رو گول میزدن یا به اصطلاح حقیقت رو نمیگفتن که اینها بیان؟ بله. ببینید حتی مورد من یه مقدار فرق میکنه با گول زدن، چون که خب یه تعداد از افراد رو سازمان به اسم شغل و تهیه کار رو نمیدونم بردنشون به اروپا و اینا، خب یه تعداد از افراد رو به این طریق به سازمان کشید، ولی خب من که در کشور کانادا زندگی میکردم، یعنی من موردم یه مدار فرق میکنه. البته اونم به نوعی میشه گفت ترفند و حق زدن که به صدا به آدم بگن که خب شما میرید و موقت میرید و برمیگردید، ولی این که به صدا خب یه مقدار به لحاظ چیزش من میگم فرق میکنه، به لحاظ این که خب من در کانادا بودم و به صدا دنبال کار و دنبال شغل و دنبال رفتن به اروپا با چیز نبودم، چون من کماکان در کشور چیز بودم، در کشور کانادا بودم. ولی بله در تایید حرف شما، بله اینم باز هم میشه اسمش گدوش به نوعی در واقع حق زدن و در واقع به نوعی کلک زدن، چون سلوهی سازمان همیشه به ما میگفتن که فدا و صداقت است و متاسفانه خب این عدم صداقت در صحبتهای اینا یکی از دلایلی بود که خب من از این سازمان جدا شدم، چون آدم از این چیزا در سازمان زیاد بسا دیده، مثلا برای ماهایی که 20 و اندی سال از عمرمون و جوانیمون رو در این سازمان طی کردیم، از این فاکت‌ها و از این نمونه‌ها و از این موارد بیشمار داریم که بگیم، ولی خب در حوصله برنامه نیست. ایشالا در برنامه‌های بعدی اگر عمری باقی بود حتما به اصطلاح اینها رو بیان خواهیم کرد، برای ثبت در تاریخ، برای افشاگری و برای اینکه هموطنان ایرانیمون به اصطلاح بدونند که به اصطلاح چجوری انتخاب کنند و چه چیزی براشون بهتره. و همون دیگه شما همیشه در برنامه‌تون میگید که و خیلی جالب هم میگید که مثلا ما فقط
برنامه رو پخش میکنیم و ما فقط برنامه رو ارائه میکنیم و بینندگان هستن و شنوندگان هستن که باید خودشون تصمیم بگیرن، خودشون بشنن و خودشون تصمیم بگیرن. منم همین رو میگم، ما افشاگری میکنیم، حالا یه تعداد هستن قبول میکنن، یه تعداد هستن به ما مارک میزنن و تعداد هستن به ما خوش و لعنت میکنن و یه تعداد من قبول میکنن، یه تعداد هستن که نه اصلا همینجوری فقط گوش میدن. به هر حال ما وظیفمون هستش اینا رو بگیم. نکته که در تو پاسپورت میخواستم بگم و این دیگه این بحث رو خاتمه بدم که به بحث اصلی برسیم، پاسپورت من مهر ورود به عراق درش نخورده بود، چون در فرودگاه عراق، در فرودگاه بغداد پاسپورت ها مهر میخورد، مهر ورود میخورد که قانونی نفر وارد عراق شده. پاسپورت های ما رو از قصد مهر نزدن که ما در واقع به نوعی به صورت غیر قانونی وارد عراق شده باشیم، که بعدها من اینو فهمیدم، چون ما پاسپورت که دستمون نبود، که وقتی به عراق رسیدیم دیگه پاسپورت رو توسط استقبال از ما گرفتن. بعد که من پاسپورتم رو گرفتم برای نشست، برای اون مصاحبه که با اف بی آی داشتیم و با وزارت خارجه آمریکا داشتیم در اشرف، اینو مأمور وزارت خارجه آمریکا به من گفت، گفت تو مصاحبه من گفتش که تو که میگی که، بعدی پاسپورت هم داشت نگاه میکرد، گفت تو که من میگی که قانونی وارد عراق شدی، پس چرا تو پاسپورتت مهر ورود به عراق نیست؟ من تا اون موقع متوجه نشده بودم، بهش گفتم که خب بده من پاسپورت خودم نگاه کنم. بعد پاسپورت داد به من، من همه صفحات پاسپورت رو به هم ورق زدم، اصلا اثری از هیچ مهری از کشور عراق توش نیست. باور کنید همونجا احساس کردم که تمام دنیا رو سرم خراب شد، چون واقعا میگم آدم مثلا، درسته ما جدا شدیم، درسته که در حال از سازمان ما اومدیم بیرون، ولی خب ما با یک در واقع با یک عشق و علاقهی ما در واقع پیوسته بودیم، در واقع عشق، نه به عشق به سازمان، عشق به اهداف و آرمانایی که تو ذهنمون بود و فکر میکردیم که ابزارش این سازمانه. بعد خب همیشه هم سازمان دو سلوهه ما فدا و صداقت است. خب این چه جور صداقتیه که پاسپورت بندر شما گرفتید، پاسپورت قانونی بندر گرفتید، اونم فردی که تو انجمن شما بوده، تو انجمن کاناداتون تمام وقت کار میکرده براتون، بعد این اومده در کشور عراق، بعد شما اینجوری باش تنظیم رابطه میکنید و پاسپورت رو مهر نمیزنید که اگر این یک روزی در عراق گفت من میخوام برم، بگن که شما غیر قانونی هستین. دقیقاً همین حرف رو به اصطلاح همین مأمور وزارت خارجه آمریکا به من گفت، گفت اگر شما اون موقع جدا میشدید حتما توسط دولت صدام حسین دستگیر میشدید و به عنوان جاسوس ایرانی، چون موقع زمان جنگ بود دیگه، جنگ 8 ساله ایران و عراق بود و هر ایرانی که وارد عراق میشد و قانونی نبود به عنوان جاسوس تلقی میشد. حالا با این فرد جاسوس دیگه چیکار میکرد صدام حسین دیگه، به قول معروف الله علم، یعنی من خودم واقعا نمیدونم چه بلایی سرش می آوردن، ولی من شنیدم که می بردنش ابو غریب، در ابو غریب اگر نمی کشتنش به زندانهای به صلاح تمید المدت محکوم می شد و بعدش هم حالا دیگه چه سرنوشتی پیدا می شد دیگه اون هم خدا داند. این نکته رو فقط در طور پاسپورت من گفتم و در نحوه آشناییم و نحوه به اصطلاح جذب به سازمان. اما در رابطه با جدایی من یه نکته بگم و بعد به اگه شما اجازه بدین به اصل مطلب بپردازم. در رابطه با جدایی من خب من همیشه پیش خودم اینجوری میگم، میگم هر کسی وقتی یک جایی سرمایه گذاری میکنه، داریم در عالم منطق صحبت میکنیم، مثلا وقتی یک کسی در یک جایی، در یک بانکی، در یک کمپانی بزرگی میاد پولش رو سرمایه گذاری میکنه، خب هیچ وقت نمیاد بدون اینکه اون منفعت اون پول رو بگیره، بدون اینکه پولش رو برداشت کنه اون کمپانی رو ول کنه و بره. هیچ آدم منطقی این کارو نمیکنه. ولی ماها پولمون رو در سازمان نذاشتیم، ما هستیمون رو گذاشتیم، ما به قول دوستان عمرمون، جوانیمون، خانوادمون و چی میگن آیندمون
دوستانمون، عزیزانمون، همه رو ما در واقع به نوعی گذاشتیم کنار و اصطلاح خود سازمان خالصانه و صادقانه اومدیم در راه آرمان‌هامون و در اهدافمون که گفتم اون دموکراسی و آزادی خواهی بود و ما اومدیم سرمایه گذاری کردیم عمرمون رو. ببینید آقای صوبی، جوانی زمانی است که هر کسی در اون زمان آینده خودش رو می‌سازه. خب ما اومدیم من فکر می‌کنم از پول خیلی مهم‌تره. عمر یه چیزی است که پول هم توسط عمر در طی عمر ساخته میشه. اگه از پول زیر مجموعه ای از عمره، عمر انسان خیلی بالاست، خیلی با ارزشه، مخصوصا زمان جوانی آدم که آدم به اصطلاح میتونه برای آیندهش در واقع کارهای انجام بده. خب ما اومدیم همه اینا رو خالصانه، واقعا خالصانه بدون چشم داشت، چون فکر میکردیم که سازمان ابزار درست این کار هست و اومدیم و برای آزادی و دموکراسی قدم برداشتیم و سرمایه گذاری کردیم. ولی سازمان ما رو به جایی رسوند، خدا وکیلی من که دارم به شما میگم، اگه مسئول سازمان دارن گوش میدن، اگه ذره ای توش اغراق باشه، واقعا اینها فشارهایی روی من و بقیه و سایرین و همه افرادی که همش دون هم در لیبرتی و در اشرف هستن، باور کنید اینا فشارهایی روی ما آوردند در طی این 20 و اندی سال که در واقع من با اون شور و اشتیاقی که به سازمان پیوسته بودم، باور کنید شاید الان اینی که میخوام میگم خنده‌دار باشه، ولی با همون شور و اشتیاقم فرار کردم. یعنی واقعا اینا چنان در منجنه آدمو میذارن، چنان در فشار میذارن که دوستان دیگه جدا شده من سر این موضوعات خیلی صحبت کردن، خیلی هم بحثای جالبی کردن و هرچی از یک زاویه‌ای و از یک به اصطلاح جنبه‌ای به اصطلاح تونسته موضوعات این فرقه و این سازمان رو به اصطلاح بیان کنه، مثلا از نشست‌های مختلف عملیات جاری، غسل هفتگی، نمیتونم بیان دیدگاه‌های جنسیتی، افشای خوابی که در شب می‌بینید، نمیدونم نظراتتون در رابطه با جنس مخالف، نمیدونم اینا رو بعد همش ما گزارش می‌نوشتیم، فاکت می‌نوشتیم. بابا من که نیومدم که این کارا رو انجام بدم، که من عمر و جوانی مو که نمیدم بذارم که همش تحت فشار باشم، که از صبح تا شب که ما بلند میشدیم، از صبح سحر، از ساعت 5 صبح 4 و نیم صبح، بستگی داشت که نماز چه ساعتی، با توجه به تغییر مثلا طول و غروب آفتاب که ما بلند میشدیم، از اون سحر، از مثلا از کله سحر ما بلند میشدیم تا شب، تا بوق شب مثلا تا زمانی که خاموشی زده میشد کار بود، کار، نشست‌های مختلف، اصلا نمیذاشت آدم نفس بکشه، واقعا نمیذاشت آدم فکر بکنه. اصلا کافی بود که شما با یک نفری صحبت میکردید، مثلا صحبت‌های غیر از صحبت‌های مثلا صحبت‌هایی که معمول بود، مثلا دوستانه، اگه میخواستی با یکی دوستی با دوستانه صحبت کنی میشد محفل، و محفل تو سازمان جرم داشت، یعنی کسی با کسی اگه خیلی رفیق میشد به اصطلاح باید در این نشست ها جواب میداد، در همین نشست های عملیات جاری و غسل هفتگی. و حالا غسل هفتگی خب من موضوعش فرق میکرد، موضوعش بیان دیدگاه های جنسیتی افراد بود، چه به جنس مخالف چه به جنس موافق، که متاسفانه من اینجا یه پرانتزی هم باز کنم که متاسفانه به اصطلاح به دلیل همین طلاق های اجباری، به دلیل اینکه در سازمان در واقع ازدواجی به مدت شاید بیش از 2 دهه هیچ ازدواجی در سازمان صورت نگرفت و زنها از مردها جدا شدن، و خب این یک غریزه است، یک غریزه جنسی است که وجود دارد و در همه انسانها و همه حیوانات این غریزه وجود داره، هیچ کس نمیتونه این غریزه رو نفی کنه. خب وقتی که شما این غریزه رو به اصطلاح روش خاک میپاشید و اینجوری جدا میکنید، خب تبعاتش یک سری به اصطلاح یک انحرافاتی است
که متاسفانه این انحرافات، انحرافات جنسیتی هم متاسفانه با کمال تاسف در سازمان شروع شده بود. و این که من میگم متاسفم به دلیل این که یه موقع هست انسان، مثلا ما میبینیم در آمریکا در بعضی شهر کشوری اروپایی که خب افرادی هستن که به اصطلاح بهشون میگن همجنسگرا یا هموسکشوال. خب این افراد از بچگی یا از زمانی که به اصطلاح خودشون رو میشناسن به اصطلاح به این فرم در میان. این عیب نیست، یعنی عیب نیست که، یعنی به هر حال وجود داره و طرف در کشور، حتی در کشور آمریکا، در کشور اروپایی حتی به اصطلاح دارن مسئلهشون هم قانونی میکنن براشون. ولی مثلا انحراف بده، انحراف از اجبار به وجود میاد، از فشار به وجود میاد، انحراف فرق میکنه، انحراف جنسی فرق میکنه. متاسفانه خب به اصل همین اشکالاتی که به اصل همین فشارهایی که توضیح دادم که در سازمان به اصطلاح وجود داره، حتی افراد، نه همه افراد ولی میتونم بگم گروه کثیری از افراد متاسفانه به این درد دچار شده بودن و تو همین نشست‌های غسل هفتگی هم به نوعی اینها بیان میشد که حالا به اصطلاح نیاز نیست که من نیاز نمیبینم که زیاد راجع به این موضوع صحبت کنم، فقط در همین حد بسنده کنم که به هر حال این مشکل هم وجود داشت. بله، من اگه بخوام بگم که جدا شدم از سازمان، اگه از دلیل اصلیش از من بپرسید، میگم که به خاطر فشارها، فشارها و فشارهای بسیار زیاد و سیستماتیک که در این و فشارهای بیمورد به اصطلاح میشه گفت، از نشستهای دیکچه، نمیدونم عمل تجاری و غیر و زالک و به اصطلاح خسته کننده. شما حساب کنید که مثلا فردی از ساعت 5 و نیم صبح بلند میشه، یک ضرب کار میکنه تا مثلا ساعت 5 عصر یا 6 عصر، بینش مثلا یه نهار میخوره، یه دهی داره، دهی منظور هم آنتراکت مثلا میان وعده‌ای هست، اونم به مدت 10 دقیقه، بعد نهارشه، اونم به مدت مثلا دیگه ماکسیموم نیم ساعت، بعد یک استراحت کوتاه مثلا یه رو 20 دقیقه هم استراحت تنفس، بعد دوباره شروع کاره تا ساعت 5-6 عصر، بعد ورزش یک ساعت که ورزش هم خب اون موقع با پوتین نظامی و لباس فرم نظامی و اینها بود، و بعدم بعدش هم که خب دیگه میشد شام، و بعد از شام هم باز شروع نشستا که نشست بود و نشست تا موقعش خاموشی شب، و بعدش هم که خب حتما یه نگهبانی یا یه هوشیاری آسایشگاه بود، نمیدونم اینجور چیزا به آدم میخورد که دیگه اصلا واقعا دیگه من فکر نمی کنم که من در طی 20 اندی سالی که در سازمان بودم مخصوصا در عراق هیچ وقت یادم نمیاد که مثلا بیش از واقعا بیش از 3 ساعت یا 4 ساعت خوابیده باشم. هنوزم که هنوزه من با اینکه 5 سال در فرانسه هستم، هنوزم که هنوزه نمیتونم بیشتر از ماکسیموم 5 ساعت یا 4 ساعت بخوابم. واقعا هنوز اون عادت و اون چیز تو کله ما مونده و مجبوریم که بسیار بلند شیم و نمیتونیم بخوابیم، یعنی بسیار خوابمون به اثر همون چیزا تو ذهن ما مونده، جدا از اون کابوس ها و اون چیزهایی که تو ذهنمون هست، از اون فشارها که هنوز هم بهش مبتلا هستیم، ولی خب این مسئله بیخوابیمون هم هنوز هست. و یک دلیل دیگه هم که من فکر میکنم که اگه از جدایی خودم بخوام بگم، چون بالاخره من 20 سال 25 سال تو این سازمان بودم و حتما باید به اصطلاح دلیل محکمی داشته باشم، حتی برای خودم، برای خودم، بیشتر برای خودم، چون خودم بودم که به هر حال من سرمایه گذاری کردم، عمرم رو و جوانیم رو و خانوادم رو و دوستام رو و هم هست و نیستم رو. پس باید یه دلیل محکمی اول برای خودم و وجدان خودم داشته باشم که چرا بعد از 25 سال به هر حال با سرمایه گذاری که کردی، عمرت رو گذاشتی، جدا شدی، و این دلیل باید برای خیلی باید محکم باشه برای و محکم هم هست، چون که به هر حال سازمان علاوه بر اون فشارها و اون جبریاتی که بر تک تک ما گذاشته بود، در واقع به دلیل اشتباهات، به دلیل تحلیل‌های غلط و اشتباهاتی که رهبری این سازمان و
مخصوصا شخص آقای رجوی، ایشون به دلیل اشتباهاتی که کردن، به دلیل تحلیل‌های غلطی که ایشون کردن، سازمان رو از یک سازمان سیاسی، یک سازمان سیاسی انقلابی تبدیل کردن به یک فرقه بسته و مذهبی. و من خب میتونیم سر این موضوع هم، حالا سر برنامه آینده یکی از موضوعات بحث مثلا میتونه همین باشه که چه پروسه‌ای رو طی کرد سازمان مجاهدین که تبدیل شد از یک سازمان سیاسی و انقلابی به یک سازمان، به یک فرقه بسته و مذهبی. مذهبی که میگم آخه مذهبی سازمانم فرق میکنه با مذهبی معمولی. من مخالف مذهب نیستم، مخالفم به هر حال به قول آقای کرمی که گفتن یک زمانی هم ما هم مسلمون بودیم، یک زمانی هم ما هم دین و ایمونی داشتیم، به قول گفتنی معتقد بودیم، به هر حال الان معتقد هستیم، ولی منظورم مذهبی که اینا داشت صحبت میکنن مذهب، مثلا یه فاکتش رو بهتون بگم، مثلا همه چی اجبار بود تو سازمان، مثلا حتی نماز خوندن اجبار بود. اگه نماز رابطه انسان با خدای خودشه، اگه رابطه قلبی انسان با خدای خودشه، حتی یک مجاهد هم به نظر من باید اینو درک کنه و از رابطه قلبیش با خدا رابطه برقرار کنه. ولی تو سازمان این اواخر دیگه شده بود چکلیستی، یعنی یک چکلیست آماده می‌کردن، اسامی نفرات، مثلا یک کاغذ به این ترتیب، یک کاغذی به این ترتیب برمی‌داشتن، اسامی نفرات رو می‌نوشتن روی کاغذ، البته تایپی بود دیگه، چاپ می‌کردن، بعد اسم یگان و فرمانده یگان اون بالای کاغذ نوشته می‌شد، مثلا بالای این کاغذ اسم فرمانده یگان نوشته می‌شد و زیر این کاغذ اسامی نفرات اون فرمانده یگان، و این کاغذ رو می‌دادن دست فرمانده یگان و فرمانده یگان باید در نمازخونه، هر قرارگاه نمازخونه داشت، باید هم در نمازخونه وامیستاد و نفرات خودش رو چک میکرد که کیا اومدن برای نماز و کیا نیومدن و تیک میزد، و اینو بعد به عنوان گزارش تحویل مسئول بالاتر از خودش میداد. حالا اون افرادی که نمی اومدن تحت برخورد قرار میگرفتن، تحت نشست قرار میگرفتن، در نشست براشون عملیات جاری میذاشتن، باید فاکت میخوندن و باید بیان میکردن که چرا نماز نمیخونن، و به اصطلاح و میگفتن کسی که نماز نمیخونه یعنی که به اصطلاح داره میبره یا بریده یا میخواد جدا بشه از سازمان. درسته که خب خیلی‌ها بودن نماز نمیخوندن ولی نبریده بودن، داشتن زندگیشون رو میکردن، خب اعتقادی نداشت دیگه، مثلا میخواست فقط کارش رو انجام بده. این هم یکی از موضوعاتی بود که گفتم سر، حالا میگم اینا رو من بهش در واقع نوکی میزنم، ولی اینا واقعا هر کدومش جای بحث داره، جای باز کردن داره، جای این داره که آدم اینها رو به اصطلاح بیشتر بهش بپردازه. ولی من با همین دو تا دلیلی که به شما مطرح کردم، یکی به دلیل فشار و جبریات و یکی هم به دلیل اینکه سازمان از یک سازمان سیاسی و انقلابی، سازمانی که معتقد به سانترالیسم دموکراتیک بود، سازمانی که هیئت اجرایی داشت، دفتر سیاسی داشت، و آقای رجوی یکی از مسئولین این سازمان، مسئولین سازمان محسوب میشد و در واقع همه چی مشورتی بود، به اصطلاح شورایی بود، به اصطلاح در درون سازمان، ولی متاسفانه در فرقه الان دیگه هم چیزی وجود نداره، همه چی در آقای رجوی گره میخوره. خانم رجوی کلا هیچ کار است، خانم رجوی فقط وابسته به آقای رجوی است، ایشون هر چی که بگه خانم رجوی اجرا میکنه، و خانم رجوی خودشون بارها گفته در نشست‌های مختلف که خود من در اون نشست‌ها حضور داشتم، خودشون بارها گفتند که من از خودم هیچی ندارم، من توهی هستم و هر چی دارم از مسعود رجوی است و هر چم که اون بگه ایشون اجرا میکنه. پس الان در فرقه رجوی اساساً دیگه مثل سابق نیست که مثلا یه چیزی شورایی برگزار بشه، یه چیزی اجماعی باشه، جلسه‌ای باشه، مثلا مشورت کنن، مثلا مشورتی توش انجام بشه، هم چیزی وجود نداره. الان همه چی شده فقط شخص آقای رجوی و ایشون هست که تعیین تکلیف میکنه، ایشون هست که به اصطلاح حتی خطا هم که بکنه کسی مجاز نیست که به ایشون خطا رو یادآوری کنه. خطا، گفتن خطا به آقای رجوی در واقع جزو
مرز سرخ هستش، یعنی ما نمیتونیم به آقای رجوی انتقاد کنیم، به خانم رجوی هم نمیتونیم انتقاد کنیم، الان هیچ کس در سازمان مجاهدین نمیتونه به خانم رجوی انتقاد کنه. اگه من حرف من درست نیست، از مسئولین سازمان بیان به ما همین الان بگن یا در برنامه دیگه بگن که به خانم رجوی انتقادی کردن یا به آقای رجوی انتقادی کردن و جواب انتقادشون چی بوده. من حاضرم به هر چیزی که اونا اعتقاد دارن سوگند بخورم که اساسا انتقادی رو به خانم رجوی و رو به آقای رجوی ممنوع بوده در سازمان. حتی تشکیلاتا به ما ابلاغ کردن در سازمان که شما حق هیچ گونه انتقادی به آقای رجوی و خانم رجوی و شورای رهبری لایه اول ندارید. ما میتونستیم فقط انتقاد کنیم به خودمون، به هم کناریامون، همسطحامون و راهن هم اگر جرأت میکردیم به مسئولین مثلا بالاتر از خودمون که خواهرای به اصطلاح شورای رهبری بودن که اونم نه شورای رهبری لایه اول. معمولا به شورای رهبری لایه دوم و سوم میتونستیم یک انتقادات ساده بکنیم. تازه اونم بها داشت، بعضی جاها یقمونو میگرفتن که تو چرا انتقاد کردی به این خواهر؟ تو میخوای مسئولیت این خواهر رو زیر سوال ببری؟ تو میخوای زیرا به این خواهر رو بزنی؟ تو درستی که هدف انتقاد ما این نبود. انتقاد سازنده است و انتقاد برای این هستش که خطاهایی که در سازمان به وجود میاد این خطاها برطرف بشه. آقای رجوی انسانه، پیغمبر نیست، از آسمان که نازل نشده. آقای رجوی خطا میکنه، اشتباه میکنه و در عملیات فروغ جاویدان 1500 نفر رو به کشتن میده. ایشون خطا کرده چون فرمانده کل بوده، ایشون خطا کرد. ولی بعد در نشستای بعد از فروغ جاویدان، عملیات فروغ جاویدان که در سال 67 صورت گرفت، آقای رجوی تقصیر رو انداخت رو گردن ماها، منظورم افرادی که زنده برگشته بودیم از عملیات فروغ جاویدان، و گفت که شماها همتون به فکر زن و بچه بود، به فکر خانوادتون بودید و به همین خاطر در عملیات خوب نجنگیدید و از تنگه چهار زبر هم به این دلیل عبور نکردید، چون به فکر زن و بچه و خانواده بودید. در صورتی که ما در صحنه فروغ جاویدان دیدیم که به اصطلاح اساساً موضوعی نبود، موضوع کاملا نظامی بود، عملیات نظامی بود. ولی وقتی شما به صحنه‌های عملیات فروغ جاویدان نگاه می‌کنید، می‌بینید که یک ستونی از خودرو و ماشین و از انواع اقسام سلاح‌ها داره به سمت ایران از طرف عراق میره و انگار که یک جماعتی دارن میرن پیکنیک. یعنی نه چیز نظامی توش بود، نه مینیموم های نظامی توش رعایت شد. و خب این مقصر کیست؟ مقصر این فرستادن آدم ها به دم توپ و گوش دم توپ کردن این آدم ها، اون 1500 آدم، دختر و پسر و زن و مرد، و که اکثرا اون موقع همه سنها بین 20 تا 25 27 28 بود. خب مسئول این کشتار کی بود؟ مسئول این به اصطلاح اون عملیات کی بود؟ خب فرمانده کل در هر جای دنیا به خلاف فرمانده باید پاسخگو باشه، ولی آقای رجوی این هم درش مستثنا نیست و ایشون به اصطلاح این امر به ایشون بر نمیگرده و هیچ کم جرئت نمیکنه که به ایشون انتقادی سر این موضوع بکنه یا موضوعات دیگه. آقای پیرانسال، من از شما ممنونم. شما خیلی قشنگ این ماجرای مناسبات به اصطلاح درونی رو توضیح دادید و برای ما یه جوری توضیح دادید که با وجودی که شورای هست و قرار بر این هست که از شورا تصمیم گیری بشه، باز اون حالت سلطنت و ولایت فقیه اونجا کار میکنه و فقط یه نفر هست تصمیم میگیره. و با وجودی که این روزها میبینیم که خانم مریم رجوی بیشتر در مجالس ظاهر میشن، ولی از ایشون فقط به عنوان یک مترسکی استفاده میکنن و پشت صحنه آقای رجوی هستن که تصمیم ها رو میگیرن، درسته؟ بله، کاملا این موضوعی که شما بیان کردید کاملا درسته. ببینید اساسا شورای ملی مقاومت که الان در واقع شورایی هست که این سازمان، یعنی همین فرقه رجوی در واقع درست کرده و به اسم این که به هر حال یک بال سیاسی داره، یعنی اینا خودشون میگن که ما بال نظامیمون ارتش آزادی بخش بود که خب در بعد از سرنگونی صدام اون ارتش منحل شد
و باد سیاسیش کمی شورای ملی مقاومته و همه چی باید با شورا در واقع تصمیم گیری بشه و خود آقای رجوی مسئول این شورا هست. ولی خب و الان که ایشون غایب هستن خانم رجوی داره این شورا رو دنبال میکنه، ولی عملا شورا هیچ نقشی، یعنی نفرات شورا چه اونایی که مجاهدن در درون شورا چه اونایی که غیر مجاهدن در درون شورا، چون شورای ملی مقاومت از ترکیبی از عناصر مجاهد و عناصر غیر مجاهد تشکیل شده که عناصر غیر مجاهدش خیلی کمن، مثلا الان دیگه تعداد اندکی باقی مونده. من فکر کنم الان تعداد عناصر واقعیش، عناصر رسمی غیر مجاهدش فکر نمی کنم به تعداد انگشتان دست برسه، و ولی عناصر مجاهدش زیادن، چون سازمان اومد 500-600 تا از بالاترین فرماندهان و مسئولین سازمان رو که بهشون اعتماد کامل داشت رو اومد عضو شورای ملی مقاومت کرد به خاطر اینکه این شورای ملی مقاومت رو یه تقویت کنه. ببخشید، یعنی میخواین بگین که شورای ملی مقاومت هم فقط یه اسمه و در حقیقت این سازمان مجاهدین هست؟ بله بله، من الان یک اگه وقت باشه من یه فاکتی از این موضوع بگم که این موضوع کاملا روشن بشه. من در مقاله خودم، در مقاله اخیری که نوشتم سر جدایی آقای کریم قسیم و آقای روحانی و همچنین مصاحبه‌ای که آقای کریم قسیم کرده بودن با آقای احمد رفعت در برنامه چیز در مردم رها تیوی، در برنامه رها تیوی کرده بودن، من یک مقاله نوشتم سر این موضوع که ببینید اساساً شورای ملی مقاومت به اصطلاح هیچ کار است در تصمیم گیری ها و همه اطلاعیه ها، همه این چیزهایی که به اسم شورای ملی مقاومت بیرون میاد همش در واقع حرف های خود سازمان هست، تصمیمات خود سازمان هست، یعنی سازمان مجاهدین هست، یعنی اساساً هیچ کدوم چیز شورا نداره. من وقتی در اشرف بودم، در عراق بودم، در سالشو نمیدونم ولی در یک جلسه، در یک نشستی که در پادگان باقرزاده در بغداد صورت گرفت که آقای رجوی در اون جلسه بودن و جلسه هم به اصطلاح همگانی نبود، عمومی نبود، فقط یک تعدادی از لایه‌های سازمان به اصطلاح که بیشتر مسئولین سازمان و فرماندهان سازمان بودن تو اون جلسه شرکت داشتن. و چون همونطور که میدونید سازمان لایه بندی است، لایه های قدیمی تر و لایه های جدید تر، بیشتر لایه های قدیمی تر تو این جلسه شرکت داشتن. آقای رجوی تو این جلساتی که لایه قدیمی تر توش بودن خیلی باز صحبت میکردن، خیلی رک، به اصطلاح شاید تو نشست های دیگه اینقدر رک صحبت نمیکردن ولی در نشست هایی که دیگه افراد به اصطلاح افراد نزدیک تر بودن به سازمان خیلی رک صحبت میکرد. تو نشست ایشون در پاسخ به یکی از تناقضات یکی از فرماندهان که رفته بود پشت میکروفون و داشت با مسئول رجوی صحبت میکرد، با آقای رجوی گفتش که شما مطرح کردید که سازمان مجاهدین در شورای ملی مقاومت یک رأی فقط داره و مثل بقیه اعضا، و این برای من تناقض شده. اون فرمانده داشت به مسئول رجوی میگفت روی من این تناقض شده، چرا ما باید یک رأی فقط داشته باشیم؟ همه کارو که ما داریم انجام میدیم، خون رو ما داریم میدیم، شکنجه رو ما داریم میدیم، شهید ما داریم میدیم، زندانی رو ما داریم میدیم، ما داریم میجنگیم و چرا ما باید فقط یک رأی داشته باشیم؟ بعد مسئول رجوی، من قشنگ یادمه، برگشت گفت که دقیقاً حرفی که ایشون میزنه نقد مضمون، من میگم ایشون فرمودن که شما نباید اینقدر ساده باشید، شما فرماندهان و مسئولین این سازمان هستین، شما نباید اینقدر ساده باشید، این حرفایی که من میزنم که میگم سازمان مجاهدین فقط در شورای ملی مقاومت یک رأی فقط داره، این برای بیرون از ماست، نه برای درون خودمون، این برای بیرونه، برای تبلیغات ماست. وگرنه ایشون ادامه دادن ایشون آقای رجوی که وگرنه همه حرف از اول تا آخر رو سازمان مجاهدین میزنه و فردای روز بعد از سرنگونی، منظورش بعد از سرنگونی دولت فعلی ایران هست و بعد از گرفتن قدرت، مجاهدین هستن که حرف اول و آخر رو در ایران خواهند زد. این حرف یعنی چی؟ یعنی که آقا جان شورای ملی مقاومت که ما بیان مطرح کردیم هیچ کار است. یعنی دقیقاً آقای رجوی داشت این مسئله رو داشت میگفت و حتی یک جایی هم ایشون اشاره کردن، یک جلسه دیگه ایشون اشاره کردن آقای رجوی که به اصطلاح اعضای غیر مجاهد شورا فقط اینا یک سری ورشکستگان سیاسی هستن. فکر میکنم این
کلمه رو خیلی از دوستان دیگه‌مون هم افرادی که قدیمی‌تر هستن در جلسات آقای رجوی شنیدن و میتونن به اصطلاح مهر تایید بزنن به این حرف من و شاید هم قبلا گفتن که ورشکستگان سیاسی هستن و یک سری توفاله‌های بورژوازی که اینا نتونستن در کشورهای اروپایی و آمریکایی به اصطلاح زندگی خودشون رو پیش ببرن و وامونده شده بودند و ما اینها رو نجات دادیم و ما اینها رو جذب شورای خودمون کردیم و در واقع ما اینها رو نجات دادیم از خلاکت و بدبختی. خب ببینید کسی که روی کردش به اعضای شورا به اعضای شورای خودش به این ترتیب هست به این شکل هست، خب دیگه میشه فهمید که دیگه تای اون شورا دیگه چیست، یعنی دیگه به اصطلاح چه هدفی رو این شورا دنبال میکنه. همون که آقای رجبی خودشون فرمودن شورای ملی مقاومت فقط جنبه تبلیغی داره، یعنی در واقع هم دیگه شما خودتونم به خوبی گفتید فقط یک به اصطلاح پاپت هست، یک مترسک هست و در واقع یک جنبه تزئیناتی به سازمان میده، یعنی در واقع مثل یک ویترین خیلی خوشگل و قشنگ میمونه که پشت این ویترین چیزهای قشنگی گذاشتن و به اصطلاح فقط برای اینکه مشتری جذب کنن. حالا داخل مغازه شما برید ممکنه یک مغازه درب و داغون و یک مغازه وحشتناکی باشه که انتظار نداشتید، ولی ویترینش خیلی شیک و خیلی تمیزه. اینا در واقع قصدشون این بود که همچین ویترینی درست کنن برای سازمان. و البته بازم من اینجا میگم واقعا من متاسفم برای سازمانی که مثلا از اون سازمان انقلابی و سیاسی به یک همچین روزی افتاده که به اصطلاح به جای اینکه مردم ایرانی به جای اینکه سیاست به جای اینکه به اصطلاح چه میگه افرادی که سیاسی هستن افراد سیاسی ایرانی رو بیاد و در جلسات خودش در جلسات میتینگ هایی که میذاره در اروپا و آمریکا و کشورهای خارجی از ایرانی ها بیشتر استفاده کنه، میاد و از سیاستمدارای به اصطلاح از دور خارج شده و همچنین بازنشسته اروپایی و آمریکایی استفاده میکنه برای اونم با خرج هزینه های کلان که اینا رو بردار از اقصی نقاط دنیا بیاره و در میتینگ ها شرکت بده و در این میتینگ هایی که اساسا اثری از یا مثلا اثری از سیاستمدارها و یا از سیاسیون ایرانی اساسا توش نیست، از مبارزین ایرانی توش اساسا خبری نیست و از اپوزیسیون ایران اصلا خبری نیست، چون اصلا سازمان مجاهدین چه شدیدن اپوزیسیون های دیگر رو نداره، چون معتقده که خودش اپوزیسیون اصلی و آلترناتیو اصلی است. من در چون وقت زیاد نمونده فقط یه نکته سر مصاحبه آقای افتر صحبتمون در تو شورا تا حدودی گفتم، ولی در رابطه با آقای کریم قسیم هم صحبتایی که ایشون فرمودن فقط می‌خواستم اینو بگم که آقای کریم قسیم خیلی به خوبی باز کردن مسئله شورا رو و به نظر من درسته که این موضوعاتی که آقای کریم قسیم بیان کردن موضوعاتی جدیدی برای ما جدا شده ها نبود، چون ما جدا شده ها افرادی هستیم که با خیلی عمیق‌تر و خیلی غنی‌تر با این مشکلاتی که آقای کریم قسیم در شورا مطرح می‌کردن با اینا دست و پنجه نرم کردیم در درون سازمان، چون ما در درون مناسبات بودیم. آقای کریم قسیم در درون مناسبات مجاهدین نبود، چون ایشون اصلا مجاهد نبود، ایشون یک عضو غیر مجاهد شورا بود، ولی با این که ایشون مناسبات در درون مناسبات بسته این سازمان وجود قرار نداشت، ولی باز با این که در شورای ملی مقاومتی که در اروپا ساکن هست و اون فضای مذهبی و بسته در درون سازمان برش حاکم نیست، چون اینجا داخل محیط آزاده در اروپا و نمیتونن اون شرایطی که در درون عراق بود در فرانسه مثلا یا در مثلا کشورهای دیگه به صدا کشورهای خارجی و غربی یا کشور اروپایی بر علیه عناصر شوراشون وارد کنن، خب ایشون باز به صدا استعفا میده و میاد بیرون با آقای روحانی که البته مثلا این کاری که این دو شخصیت کردن به نظر من بسیار کار بزرگی بوده، چون اینها با یک اهدافی مثل من و مثل سایر افراد جدا شده با اهداف و آرمانی به این سازمان و به این شورا پیوستن و من میتونم بگم که اینها جزو افراد صادق هستن،
کسایی که جدا میشن افراد صادق هستن اتفاقا، برعکس اون چیزی که سازمان میگه اینا مامورند و اینا مزدور وزارت اطلاعات هستن و اینا افراد جانی هستن و نمیدونم اینها خائن هستن و خیانتکار هستن، اینا چیزای دستسازی هست که سازمان مجاهدین ساخته و هر کسی که جدا میشه بلافاصله بر پیشونی اون فرد میزنه، جدا از اینکه این فرد چه سابقه ای داره، چه کسی بوده، چه مقامی داره، چه کسی هست، مثلا ممکن طرف حتی تو وزارت خارجه آمریکا کار میکنه، حتی اون فرد و ایشون هم یک حرفی علیه سازمان بزنه فردمون هم اونم میچسبوننش به رژیم جمهوری اسلامی. بله با آقای گوبلین همینو گفتن. آقای پیرانسگی، بله. یکی از دوستان به وسیله ایمیل قبلا هم سوال کرده بوده، امروز باز نوشتن ضمن سلام به شما و دوستانتون، نوشتن که قبلا هم سوال کرده بودم که کسی از این دوستان مجاهد یا مجاهد جدا شده، آیا علی اصغر اکبری کاسگری از قائم شهر خبری دارد؟ اگر امکان دارد از این آقا و دوستانشان بپرسید. من از شما و دوستان... علی اصغر چی قربان؟ علی اصغر اکبری، اکبری کاسگری، کاس مثل کاسه، کاسگری. بله کاسگری. بله اگه لطف کنید این رو از دوستان بپرسید و متاسفانه وقت امروزمون تموم شد. من از شما خداحافظی میکنم. برای من صحبت های شما خیلی جالب بود. من سعی میکنم با کانون آبا تماس بگیرم، ازشون خواهش کنم که یه وقت دیگه ای رو به شما بدن، چون صحبت هایی که شما امروز باز کردید احتیاج داره که زمان بیشتری به قول معروف بس و توسعش بدید و بیشتر صحبت کنید. خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدم و از اینکه با ما بودید ممنونم. امیدوارم در زندگی جدیدتون موفق باشید و آخر هفته خوب و زندگی خوبی رو براتون آرزو میکنم. منم متشکرم آقای سوربی و منم خیلی خوشحالم که در برنامه شما شرکت کردم و ایشالله که در برنامه های بعدی هم مزاحم شما و مزاحم شنوندگان بینندگان محترم شما خواهیم شد. با تشکر، خدا نگهدارتون. مرسی، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. متشکرم، همینطور، خداحافظ شما. خدا نگهدار. دوستان عزیز، با دوستان آقای محمد کرمی و آقای حسن پیرانسر بودیم. خوشحالم که این دوستان میان و فرصت ایجاد شده به قول معروف این تریبون یک حالتی رو به وجود آورده که اینها بتونن صحبتاشون رو با دیگران در میون بذارن و روزانه از طریق فیسبوک، از طریق کانون آوا، از طریق ایمیل و تلفن افراد جدیدی درخواست میکنن که اونها هم مایلن صحبت کنن. من چون اختیار این برنامه دست کانون آوا هست و آقای راستگو و دوستانشون تصمیم میگیرن، ازتون خواهش میکنم که مستقیما با اون عزیزان تماس بگیرید تا ترتیب مصاحبه شما داده بشه. باز هم از یکایک شما ممنونم و همونطوری که آقای پیرانسر هم توضیح دادن، من مخصوصا در این برنامه کارم این هست که اجازه بدم این دوستان با شما صحبت کنن. شما و فقط شما هستید که باید برید صحبت‌های اینها را چندین بار بشنوید، ببینید اون حالت صحبت‌هاشون رو که جوونیشون رو، اون دیگه گرانبهاترین چیز عمر آدمه، عمرشون رو گذاشتن. و چقدر باز آقای پیرانسر قشنگ توضیح داد که هر کسی یک سرمایه گذاری میکنه به امید یک سودی هست. ما این سرمایه گذاری رو کردیم، سودی که نبردیم هیچی، سرمایه‌مون رو از دست دادیم، حالا هم مورد تهمت و توهین و تهدید واقع میشیم. از یکایک شما ممنونم. با این دوستان در تماس باشید، صحبت کنید، نظراتتون رو باشون در میون بذارید و اگر پرسشی دارید حتما بپرسید. یک بار دیگه چون من نبودم در این سازمان، این صحبتایی رو که دوستان میکنن مسئولیتش به عهده خودشون هست و اگر شما یا دیگران میخواین که صحبت کنید، متاسفانه سازمان مجاهدین که میدونید آقای رجوی میگه من تنها جوابگو هستم و هر وقت که ما سوال کردیم از ایشون هیچ خبری نیست و این هم یک کلک جالبی هست که به نظر من خیلی باهوش ایشون که این کار رو کرده، گفته من تنها جوابگو هستم، اگر تونستید منو گیر بیارید که جواب بدم. روز و روزگار بر شما خوش، برنامه ها رو پی میگیریم. مرسی.